و در ضمن از اون که موزیکی را که شما میشنوید یکی از مشتری های آقای ما که پدر ما مشتری هایش بود احمد زایر که میامده در اینجا میامده در باغ بلام پیشتر. چشمت از اندوی صد درد سخن میگوید، زلفش چون مار حلقه فتاده است تا کمر، ترسم که نشکند. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، با رسای سلام و رسای درود خدمت تمام شما نازنینای بیننده بیننده بهترین و خوبترین چنل یوتیوب افغانستان AFTV یا افغان فیمیلی تیوی. دوستای نازنین، فرهاد کرمی هستم، مسئول امی رسانه تصویری AFTV و شما خوش آمدید میگم به یک از زیباترین برنامه های رسانه تصویری AFTV. دوستا، قسمی که شما میبینین باغ ما، با نظر شما در کجا باشم؟ یک جای بسیار قشنگ است. موزیک بک‌گراند از هنرمند دلها، هنرمند محبوب احمد زایر. در حال شنیدن است ما اومدیم در یک از زیباترین باغ‌های کابل و امروز خواستیم که از یک جای خاص و متفاوت برای شما برنامه داشته باشیم. ما اومدیم در باغ بالا. باغ بالا یک جای که خاطر انگیز است برای تمام هموطنان عزیز ما در افغانستان. یکی امروز برای ما و شما کیا اینجا گپ خواست در دل خود گفت یا میگن برای ما و شما میرین دوستا و هموطنان خود میبینیم که در اینجا جوان ها با چی انگیزه آمدن، کیها هستن، کیها نیستن، چی چیزا پیدا میشه در این باغ، کیها رستورانت هست، پارک هست، چی هست که دوستای نازنین تو بیننده ما باشن. خب دوستای نازنین، ما تقریبا در خود باغ بالا آمدیم، در سایه باغ بالا هستیم و همینجا سعی کنین که جوان های شوخی دارم مزاق میکنن دیگه. اینجا کانتین هست، کانتین هایی که در داخل باغ بالا فعالیت میکنن. میرم که این عزیز کی هست، صاحب از این کانتین کی هست و چی چی ها داره برای ما و شما، چی چی را اینجا ارائه میکنن برای شما نازنین وقت که در باغ بالا می. سلام علیکم. سلام، اجازه است؟ سلام، وقت بخیر، خوب هستین؟ صحتمند خیرتی است؟ اجازه است ما بیم؟ بسیار خوب، بسیار خوب هستین انشاءالله، صحتان خوب است، بخیر هستین، تشکر، زنده باشین. در قدم اول برای میبیننده خود یک معرفی بکن. خب سجاد اکبری هستم، یکی از بازیکنهای تیم ملی تکواندو افغانستان. واو. دیگر در ضمن از یک اینجا در باغ بالا کانتین و کارم میکنم. عضو تیم ملی است، کانتین بسیار خوب دارد در باغ بالا. جاوید جان برای ما بگو که چند وقت میشه اینجا کانتین گرفتی؟ کانتین خوبی چی چی داری؟ خب ما تقریبا 20 سال میشه که در باغ بالا هستم و پدرم تقریبا 50 سال میشه که در باغ بالا بود. یعنی از روزی که باغ بالا جور شد شما اینجا هستین دیگه؟ جان دمی کانتین بودین از اول؟ اجانا اول که ما آمدیم کانتین نبود. تقریبا 7 سال میشه که ما کانتین جور کردیم. واو. و در ضمن از اون که موزیکی را که شما میشنوید یکی از مشتری های آقای ما که پدر ما مشتری هایش بود احمد زایر که میامده در اینجا میامده در باغ بالا پیشتر. یعنی احمد زایر خودش میامده از مشتری های خود پدر جانت بوده. بسیار عالی. در روزایی که فعالیت شما شروع کرده بودین چی چی بر مردم میدادین و امروز چی چی بر مردم میتین امروز در اینجا چی خدمات دارین؟ خب در دوران که پدرم بود که احمد زایر مشتریش بود خود چون نخات و لوبیا بود و حال میبینین که روز به روز سیستما پیشرفته شده. پیشرفته شده و حتما خیلی پیشرفته های خوبی هم داشتین در این زمینه. چی حالی فعلا داریم؟ فعلا ما خواهم چای داریم، قهوه داریم و شانخود داریم، برگر داریم، پکوره داریم، همین چیز هاست. بسیار حالی. اونم در داخل از همون بوتلا یک دفعه بسم الله جان بگی اونم ها چی هست؟ من بخیر یک ساعت میشه در چورت از همون هستم. خب اینا را که شما میبینین یا یک از رنگایی است که جلب توجه مردم هست. فقط جلب توجه میکنه. خب بسیار خوب است جاوی جان، همه روزا آهنگ های همه زایر دینجا پیلی هست جانا بچهش برای ما بگو که عاشق شدی یا نشدی چرا هم از عاشق شدی یا نشدی؟ والا خب عاشق هستیم، عاشق خداوند هستیم. عاشق خداوند خب کلگی هست عاشق بنده خداوند شدی. خب او گفته نمیتانه موره دیگر. آله عروسی کردی یا نامزاد هستی یا مجرد هستی؟ مجرد هستیم. خب حتما عاشق هستی. چند سال هستی جاوی جان؟
22 میایم. بسیار خوب. از جاوی جان اینجا امگی همیشه ایت موسیقی هم گوش میکنی، بر ما بگو که خودت میتونی که دا موسیقی را برای بینندای ما زمزمه کنی؟ والا میفهمم که میتونی. نه نمیتونم. میتونی برو یک خب باشه خیر است و حال خواه نمیشه یادمون نیست. خواه تشکر جاوی جان، تشکر، زنده باشین. دوستای عزیز ما جوانای کاکر جا میبینم، دوستای عزیز ما نمیفهم از کدام ولایت هستن اینجا برای سیر و سیاحت آمدن. دیگه میریم امروی جوانا صحبت میداشته باشیم، جوانای عزیز ما از کدام ولایت آمدن، از کجا هستن. ما خب پشتو نمیفهمم، بسیار کم میفهمم، اما شما پشتو صحبت کردین من میفهمم. خب هستین؟ پرسی یاد نداری پشتو صحبت پرسو یاد ندارین؟ خب ایش نپویگه پرسی؟ پشتو من جابونه کم 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 کم. از کدام ولایت هستی؟ کندهار. از کندهار هستی؟ از کدام قسمت کندهار هستی؟ از کدام ولسوالی هستی؟ ارغنداب. از ارغنداب ولسوالی هستی. ما از جوغری هستیم. جوغری غزی را شنیدی؟ اوریدلی؟ خب بر ما بگو که امروز کده کی اومدی در باغ؟ تپریه در پر راغلی باغ در باغی بالا تا چه دلتا یه منظره و کوک زیر. منظره باسته اوز منظره که یا نه که؟ و تو بیاد سام کدلتا ما کارون بند پاتا جی. خو وا کارونه خو ندل تجارت نکیږي. او استاد دند شیدی زما معلم یم. معلم استاد بله پښوانځي کې او پانتون کې و یا سونځي کې سونځي کې. ها ها ها. بر ما بگو که چی خوردی دی باغ اومدی چی دیدی دی باغ؟ وست آقا تازه رالو خوب غوارو چه دلتا یو چای وخرو یو طبیعت وساکو یو انرژی را واخلو یو شاو خواهو گذی رو علو کوزی کوزی انرژی دا واخلو لامنوار سر اکم صحبت دینا لاری یا نین ایش کم نیستا ایش نغواری ایش نغواری خوب کم ارزو هم نیستا دام ارزو ها چه باید باغ پاک و ساتل چه خواه نظافت مراد کی را خلق آقا کم شه چه دیگه خوری آقا در کچردانی پری اپوسته که ورسه یه آه در اونجا بندازن ها؟ این باقی باید پاک واسه چی چپیریال باید پاک واسه چی خالم. خواه 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 بسیار عالی. دوستای عزیز میگه که امو خسته و پسته و چیزایی که میخورین آشغالیتون داخل سطل پرته نگه. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین، موفق باشین. خب دوستای نازنین ما همچنان در باغ بالا هستیم و دو تن از هموطنهای عزیز خود در کنار خود داریم و یکی هموطنهای عزیز ماست کدام ولایت زیبای افغانستان است و چطور امروز در باغ بالا آمده است دوستان میشنیم. برادر عزیز ما برنامه خوش آمده ای، سلام خدمت خودت. سلام خدمت شما، خوش آمدید. شما را از میبینم میراج الدین هستم، آریان تخلص میکنم از ولایت زیبای بدخشان. بسیار خوب، آریان صاحب از بدخشان هستین، است میشه بگوین که از کدام ولسوالی زیبای بدخشان هستین؟ بله، از ولسوالی یمگانی بدخشان. از یمگانی بدخشان هستید. بسیار عالی. و برادر عزیز ما شما را به برنامه خوش آمدید میگم و شما برای ما بگید شما از کدام ولایت با افغانستان هستید. سلامت زنده باشین، عرض سلام و ادب دارم حضور شما همه بینندگان عزیز. بنده هم میبشا هستم، رحیاب تخلص میکنم، باشنده ولسوالی یمگانی ولایت بدخشان. اردویتان از یمگان هستین. برای ما بگو که جناب رحیاب صاحب که چی مصروفیت دارین؟ محصل هستین و ساده هستین کدام وظیفه دیگه دارین؟ چرا دانشجو هستم در دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربمانی، فعلا درس و رخصت است. رخصت منتظر شما. امروز اگه اومدین که در باغ بالا که از نیلی سات ببرین. خب طبعا دیگه باغ بالا یکی از مکانهای فرهنگی و یکی از مکانهای تفریحی کابل است. دیگه ساحه آزاد، هوای مناسب آمدیم. بسیار خوب. هر از چنگا میایین اینجا، هر روز میایین امروی دوست عزیزتان آقای آریان. اردویتان دوست هستین فکر کنم؟ بله. بسیار خوب است. برای ما بگوین که به جناب آریان صاحب که هر از چنگا یک بار اینجا شما میایین، هر چند روز یک دفعه میایین یا هر روز میایین یا هفته یک بار میایین، چه رقم؟ خب یعنی به خاطر مصروفیت های درسی که داریم نمیتونیم من روز یک بار یا هفته یک بار ما بیم یه چنین مکان زیبایی دیدن بکنیم. فقط به خاطری که یعنی دو اتاق هم بودن یعنی برامون یک کم تری خسته کن میشه. فقط به خاطری که یک فضا برامون تبدیل شه و تبدیلی هوا بکنیم، امکان داره یک 15 روز بعد یک 20 روز بعد از چنین مکان. یعنی امروز بعد از چند روز شما اومدین؟ تقریبا نگر هاست شده پرسان بکنی راست پر شما بگم، تقریبا شاید حدود یک دو ماه سه ماه میشه که باقی بالا رو میبینم. یعنی بعد از دو ماه سه ماه آمده رایاب صاحب؟ شما بعد چند مدت آمده؟
اما مهرو جان چون که بدخشان رفته بودن یک مدت از کابل دور بودن که خواهد بیشتر یعنی بیشتر شده که ندیدن ولی ما بودیم کابل دیگر چون کدام مصروفیت دیگه هم نیست فیلن در سان رخصت هست حدود همین یک هفته بود یا دو هفته بود میگیم یک هفته بود دو هفته بود من میگیم و جوانای عزیز ما در بدخشان بسیار جوانای چی می باشند یگان شعرهای بسیار خوب دکلمه میکنند من دوستایم از درواز هستن از دروازا هستن از شغنان هستن از نوسای هستن نوسای نمیفهم از فیض آباد هستن بر ما بگوین که بدخشان چه قسم یک جای است مردم یمگان در چه وضعیت است از زیبایی یمگان بر ما بگوین آقای رحیم خب بدخشان طبعا همون زیبایی های طبیعی خدا داره و یمگان هم مستثنی است از آن زیبایی که همه ولسوالی‌های دیگه داره و از دوستای دیگه شنیده خوشبختی فرهنگی بودن یمگان یکی دیگه در این است که مرقد حضرت حکیم ناصر خسرو در آن ولسوالی است و فعلا بدبختانه زیر دست طالب است و کمتر فعالیت های فرهنگی و گردشگری مردم های دیگه صورت میگیره ولی در مجموع یک ولسوالی فرهنگی با همان آب و هوای بدخشانی با همان آب و هوای صاف و با همان همه ویژگی های فرهنگی بدخشان حسن از آریان صاحب میشنیم که بر ما بگوی از یمگان مثلا ما در مزار میریم کلیشه ذهنی در ذهن ما خطور میکنه که اونجا چی هستنه از خلیفه ما زیارت سخی است در قندهار همچنان در هرات میریم قلعه اختیار الدین است و مناره هرات است در بدخشان خصوصا در یمگان کدام دریای خوب داره کدام پارک خوب داره کدام مثلا قصر خوب داره مردمش بیشتر مصروف چی کارا هستن و چی مکانها و ساعت گردشگری خوب داره بله اما قسمی که دوست عزیزم رایاب به شما گفت یعنی بدخشان قسمی که زبانزاد کلی مردم است یعنی دارای یک فرهنگ عالی و واقعا در طول تاریخ درخشیده و حال هنوز می درخشه و یمگان هم این شکل یعنی به داشتن آب و هوای کاملا متعدل فضای مناسب ولی همان گونه که دوستی عزیز ما اشاره کرد متاسفانه یعنی حدود چندین سال می شود که زیر دوستی گروهی بنامی طالب است مکانهای دیدنی داره مانند یعنی مقبره یکی ناصری خسرو و که یکی از شعرها و فیلسوفان بزرگ است در سطح دنیا بخصوص در افغانستان و افتخار بزرگی است به یمگان که چنین یک مردی با فرهنگ یک مردی که کوی از هیلم بلاخره داخلش داره و در اوجا خابیر است مردم میره از اوجا دیدن میکنه بلاخره یعنی دریای پنجی یا دریای آموی که معروف است یعنی سرچشمش تقریبا از جاهای ما است بسیار خوب و یک داره خیلی جاهای دیدنی خوبی دیم داره بسیار خوب رحیاب عزیز ما دیگه مشتاق هستیم و منتظر که برای ما شعر زیبای است مرحوم شاعر زبردست جناب رفیع خاشی درست است بشنوین دوستای عزیز شما بشنوین که جناب رحیاب عزیز باش که ما یک ذره نزدیکتر بشنم این ما یک نزدیک است خواب میروانی کم گو سخن که خاطر دلدار نازک است باری گوهر نمی کشد این تار نازک است بیهوده حرف بر دلی آزردگان مزن اول ببین که شیشه چه مقدار نازک است نه تار عمر محکم و نه تار دوستی افسوس از این دو رشته که بسیار نازک است زلفش چون مار حلقه فتاده است تا کمر ترسم که نشکند کمر یار نازک است ساقی تو می به جام بلورین چه می دهی از گل پیاله ساز لب یار نازک است اسلام شد قوی و درو چنگ زن رفه کافر مشو که رشته زنار نازک است تشکر به به آریان حق داری با خدا که حق داری آریان عزیز بر ما یک شعر میگی دلت یک آهنگ زمزمه میکنی دلت یک فکایی میگی دلت برادر بر ما یک آن حدیث همراه معنایش میگوی دلت
انتخاب با خودت است و کامره و متنام منتظر. خب قسمی که پیشتر گفتم یعنی یک چهار مصراکی هست از ریاوی عزیز ابن نوربخشان میتخم بوم میرمانی هی که از دیدن هندوی دلم میخندی هی که از دیدن هندوی دلم میخندی راست گویم به قسمهای خدت پابندی چشمت از اندوی صد درد سخن میگوید چشمت از اندوی صد درد سخن میگوید از چی رو نقش تبسم بر لبت میبندی تشکر به به واو چقدر عالی بود رهیاب عزیز من ایسه آخرین صحبت های شیرین و با ارزش و با پرمفهومت بر بیننده های عزیز چی گفتنی داری؟ فقط امیدواری صحتمندی و سلامتی را دارم برای تمام مردم شریف افغانستان امیدوار هستم که یک صلح و همدیگر پذیری گرم در افغانستان بیاید تا این دودمان من را تبدیل به گلستان بکنیم و این روزه ها که نفس تلخ می کشیم آخرین روزه هایی باشه که سخن از جنگ و درد و بدبختی و ناامنی و از دست دادن عزیزانمون را میگوییم آخرین این روزه ها باشه و امید سربلندی موفقیت صمیمیت همدیگر پذیری و با هم بودن همه مردم افغانستان ان شاء الله چقدر آرزوی زیبایی چقدر یک صحبت های یعنی من با واقع امروز احساس میکنم که برادری یعنی چی و آریان عزیز دوست نهایت عزیز ما دوست جدید ما اردیتون دوست عزیز ما شده ناله به شما چی گفتنی دارم؟ نایس آخرین سخن و آخرین صحبت های امروز شما خود شکری زیاد از اینکه یعنی به ما وقت دادید خواهش میکنم به ما درد دل کردید ما تانستیم یعنی چیزی به شما بگوییم که یعنی اگر چی سخن هایی گفتیم که قابل شدن شاید نباشه بسیار عالی بود ولی که تحمل کردید شکری زیاد من میخوام به عنوان یک پیام به تمام وطندارای گلم یا بخصوص جوانانی عزیز و کسانی که یعنی لاف از بیداری لاف از هم دیگر پذیری میزنن به عنوان آخرین پیام بخشان میخوام بگم که همان گونه که یعنی از یک جاشتین قطره ها از یک جاشتین قطره ها دریاچه ها و از دریاچه ها روده ها و بحره ها تشکیل میشود و همان گونه که دستی در دستی قرار میگیره و عشق و شور و محبت میافرینه همان قسمی که بازوی در پهلوی بازوی می نشینه صفی از اعتیاد و همدلی و همبستگی را تشکیل میده همان گونه بیایید به خاطر ماوی خشونت به خاطر ماوی بیدادگری به خاطر رفع تعصب و به خاطر یک دیگر پذیری یک جا شویم یک دست شویم یک پارچه شویم و با خاطر یک افغانستان سرشار از عشق سرشار از محبت به خاطر یک افغانستانی که خلا خالی از تمام بدبختی ها باشه خالی از مصیبت های باشه که امروز بدبختانه به ما شما تحمیل شده است خالی از اونها باشه با خاطر رفع اینا به خاطر محو اینا دست به دست یاد ان شاء الله که یک روز در افغانستان صلح و آرامش سرتاسری برقرار شوه و این آرزوهای همگی ما و شما به حقیقت مبدل شوه و انمی است که میگه که در زیر سایه صلح و آرامش است که انسان ها میتونه که پیشرفت داشته باشه میتونه که رشد داشته باشه میتونه که آرام زندگی کنه بسیار زیاد تشکر از هر دو عزیز بسیار مهربان ما دوستان عزیز و گرامی امروز بود برنامه ما برنامه ای که همراه دو تن از شخصیت های بسیار خوب افغانستان از ولایت بدخشان از ولسوالی زیبای یمگان چهره های بسیار نازنین عزیزای بسیار با شخصیت فیض بردیم از صحبت های زیبایتان دوستان عزیز تا برنامه بعد که من با شما قرار میگرم شما رو به لای پاک میسپارم کامیاب و صحتمند باشید